یا رب مکن از لطف پریشان ما را. رضا ابراهیمی هستم دوستان گرامی. بریم سراغ یکی دیگه از مطالب آموزشی در ادامه سلسله کلیپ های آموزشی در کانال یوتیوب کالج باستانی. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستان سوالات بسیاری رو در رابطه با محیط های کویری داشتن و به نوعی خواستار این بودن که در رابطه با مناطق کویری مطالبی رو به سمع و نظر شما خوبان برسونیم. خواستم اون عده از دوستانی که در رابطه با موارد بارگذاری شده در کویر به نوعی تقاضایی داشتن که کلیپ تهیه بشه اجابت کنم خواسته اون عزیزان رو، لذا کوتاه مفید و مختصر میریم سراغ محیط کویری. همونطور که مستحضر هستید در محیط‌های کویری به علت گرم و سوزان بودن محیط و از سوی کم بارش بودن مکان و به نوعی خدمتون عرض بشه وجود بادهای شدید و طوفان‌ها شرایط خاص و ویژه‌ای رو برای محیط کویری به وجود میاره که با اولین بارش و با اولین بارش میتونه اون گرد و غبار و اون شنوماسه هایی که باد و طوفان به اطراف انتقال داده همه اونها به شکل‌های مختلفی دیده بشه که تشخیص این که این اشکال جدید هستن یا قدیم هستن کمی برای افراد آماتور میتونه مشکل ساز باشه. خدمتون عرض بشه که در محیط‌های کویری ما مثلا دوستان گرامی دره‌ای رو داریم به نام دره جن. خب این دره جن به قول دوستان خیر و برکتی نداره در محیط کویری، اما استثناء هم داره. اگر در محیط کویری ما دره جن داشتیم و در انتهای دره جن ما به نوعی یک منفذ و یک غاری رو داشتیم، اونجا میتونه مهم به نظر برسه. در مناطق کویری دوستان گرامی بیشتر به دنبال اسامی زنجیره‌ای باشید، تک اسمی فایده نداره که شما بگید ما چشمه این رو داریم مثلا به نام چشمه احمد، این فایده ای نداره. زنجیره اسامی. خدمتون عرض بشه که در محیط کویری روایات خیلی کمک میتونه بکنه و واکاوی اون روایات و معنی کردن اون روایات، مثل زمانی که محصل بودیم و معلم ادبیات، دبیر ادبیات بیت شعری رو به ما میداد و میگفت این رو معنا بکنید، اون روایت رو هم دقیقاً بایستی با پردازش ذهنی خودتون اون رو معنا بکنید، شخص دیگه هم که کنارتونه اون هم معنا بکنه و این معناها و معنیها و روایات رو کنار هم بگذارید، این معنیها رو، و مطمئنن به نتیجه خوبی خواهید رسید، خصوصا روایتهای بازدارنده. ما در محیط کویری دوستان گرامی تپه های طبیعی هم داریم. این تپه ها کاملا طبیعی هست، اما بالای این تپه ها ما قلعه هایی داریم. در اطراف این قلعه ها دوستان گرامی ما برجک هایی داریم و یقینا در بالای اون تپه کنار اون برجک ها ما چاه هم داریم، چاه آب هم داریم. این چاه آب مطمئنا برای استفاده اون اشخاصی بوده که در اون قلعه خاص حالا سکونت داشتن یا به نوعی در اونجا حضور داشتن. خب ما یک تپه طبیعی داریم، قلعه‌ای بر روی اون بنا شده، برجکی داریم و چاه آبی رو داریم. در اینجا دوستان گرامی
چاه آب رو شما مبنا قرار بگیرید و سمت طلوع آفتاب رو در نظر بگیرید. سمت طلوع آفتاب چاه در پایین به شما یک راه ورودی رو میده. در مناطق کویری دوستان گرامی معمولا مکانهایی که ارزشمند باشن اسامی کوهاشون مقدسه، اسامی تپه‌هاشون مقدسه، اسامی چشمه‌هاشون مقدسه، اسامی قنات‌هاشون مقدسه، اسامی آبنبارهاشون حتی مقدسه. این اسامی مقدس بسیار بسیار کمک کننده هستن. مثلا شما چشمه‌ای رو دارید با نام مقدس، خب اون چشمه در چشمه ها دوستانی گرامی عدد 3, 5, 7 کاربرد داره. 3 گام 5 گام 7 گام بالا سر چشمه شما مطمئنن نشانه ای رو خواهید دید و اون نشانه مهم میتونه با توجه به موقعیت جغرافی شما سنگچینی باشه، تلی باشه، تپهی باشه، هر چیزی میتونه باشه. پس اون مکان بسیار بسیار مهمه. ضمن این که در پایان دوستان گرامی کاوشگر هستید، کاوشگری با دستان خالی واقعا نمیشه. حداقل وسیله‌ای که یک کاوشگر باید داشته باشه یک دازینگ هست. شما زمانی که میخواین کاوشگری رو شروع بکنید یا تشریف ببرید به یک محیط نامی برای کاوشگری، دازینگ همراهتون نباشه عملا کاری از دستتون بر نمیاد. بحث تبلیغ هم نیست، میتونید از هر جایی تهیه بکنید اما دازینگ رو داشته باشید. وقت گرانبهاتون رو نمیگیرم دوستان عزیز، لایک و سابسکرایب یادتون نره، به دنبال تفسیر عکس نباشید. تفسیر عکس شما رو مستقیما به سمت شکست راهنمایی میکنه و هر شخصی که عکس براتون تفسیر میکنه اون یک خائن بالفطر است. مثل همیشه امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهاتون. رضا ابراهیمی هستم، بدرود.